و ما در مورد وضع تحریم های تازه ایالات متحده امریکا بر حکومت ایران بحث داریم با بسم الله رنجبر پشوهجگر رابط بین الملل آقای رنجبر خوش آمدین تشکر بیشتر در این مورد صحبت کنین که حالا حکومت ایران وضع این تحریم های را از طرف امریکا خلاف توافقنامی هستایی می داند. آیا واقعا این خلاف هسته ای هست که بین ایران و ایالات متحده امریکا بنزار رسیده بود؟ هر سلام و عدب خدمت شما همکاران تکنیکی و بینندای خوب تلو نیوز ببینید مطابق قطعنامه 231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنان مطابق محتوایی که در برجام گنجانده شده بود در صورتی که ایران دست به آزمایش موشک های بالستیک بالستیک بزنه که قدرت حمله کلاهک اسیر داشته باشه در اون صورت میتونه که ایران ناقض برجام شناخته شود ولی در حال حاضر یالات متحده آمریکا مدعی هست که ایران موشک های بالستیک را آزمایش, آزمایش گرفته که او قدرت حمل کلاهک هسته‌ای را داره ولی ایران مدعی است که ایران چنین کار را نکرده یعنی ایران موشک های بلاستیکی که قدرت حمل هسته نداره نداره بازمایش گرفته در هر حالتش من فکر میکنم که حالا میزان به اعتمادی میان ایران ایالات و ایالات متحده امریکا به خصوص اداره آقای ترامپ خیلی ها بیش از حد شده در حال گسترش هست و من فکر نمیکنم که مسئله اصلی مسئله نقص برجام باشه در حال حاضر من در برنامه های قبلی هم در برنامه جهان ما گفته بودم که آقای ترامپ نوع نگاه نسبت به ایران این هست که یک مقدار پروبال ایران ببنده که دستاوردی های ایران از کشورهای منطقه در کل در خاورمیانه کوتاه شود بنابراین کوشش میکنه که ابزارهای از های مختلف استفاده کنه تا اینکه ایران را محدود بسازه و خود مدیر که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ آقای مایکل فلین گفتن که این تحرکات ایالات متحده آمریکا مبنی برای این هست که ایران را وادار بسازه که تغییر رفتار بده یعنی فشارهایی را که ایالات متحده آمریکا و خصوصا آقای ترامپ برای ایران اعمال میکنه رفتارهای ایران بر آمریکا هست و یا این که آمریکا خواهان تغییر آن رفتارهای ایران میباشد ببینید ایران به اون یک از قدرت های مطرح در خاورمیانه همواره تلاش داشته که نفوذ خود، سنتی خودش را در کشورهای مثلا در سوریه در لبنان در یمن در بحرین عراق در, در اکثریت از کشورهای خاورمیانه نفوذش را حفظ بکنه و همچنان یک سلسله تحرکات را هم انجام داده مثلا در جنگ سوریه ایران خیلی ها حامی بزرگی برای دولت آقای اسد هست و در بحرین از کسانی که ناراضی هست از حکومت حمایت میکنه از حوثی های یمن به شدت حمایت میکنه و همچنان در عراق هم یک سلسله فعالیت های مذهبی داره یعنی در کل فعالیت هایی که ایران در خاورمیانه داره تهدید هست برای رقبای منطقیش از جمله اسرائیل عربستان و سعودی و همچنان امارات متحده عرب. بنابراین عرب این زمانی که متحدین ایالات متحده آمریکا در خاور میانه که کشورهایی که منام بردم اینا ناراض باشن و نگران باشن از تحرکات امنیتی ایالات متحده ایران ببخشید و به خصوص فعالیت های موشکی ایران خودش یک مختاری و به خصوص موشکایی که رویش حق شده باشه که محوی اسرائیل از آقای رنجبر ها را ترامپ در زمان کارزارهای انتخاباتی خود گفته بود که توافقنامه ایران را توافقنامه هسته ای را که با ایران امضا کرده حکومت آمریکا پاره خواهد کرد و همچنان بعد از اینکه به پیروزی رسید گفت که این توافقنامه را بازنگری میکنه و حال این موقف گیری های ترامپ انتظار می رفت که تنش های بیشتر میان ایران و آمریکا با وجود بیه و حالا این وضع که تحریم ها وضع کرده بر ایران فکر میکنین نشانه ای از تنش های جدید و دور جدید تنش ها میان ایران و آمریکاست در این شکی نیست که از اوایل هم از زمان کارزارهای انتخاباتی معلوم بود که وقتی اگر آقای ترامپ برنده شود بدون شک او حسن روابط که میان ایالات متحده آمریکا و ایران در زمان آقای اوباما بود دیگه او نخواهد بود یک دوران رویایی مطرح حساب خواهد شد در حال حاضر من فکر میکنیم آقای ترامپ به گونه تحرکاتش به گونه هست که با گذشت هر روز تنش میان دو کشور بیشتر از پیش میشه ما فکر میکنیم که اعمال فشار بالای حکومت آقای روحانی بیش از بیشتر از این خواهد شد و ای خودش احتمال زیمه را حتی که با توجه به اینکه آقای ترامپ یک شخصیت متغیر دارن نسبت به بقیه شخصت هایی که قبلا در رأس قدرت قرار داشتن این ای تحرکاتش موزگیری هایش و تصامیمش غیر قابل پیش بینی هست امکان داره که حتی برجام از طرف کشورهای زیدخل در او در برجام نقص صورت بگیره و من فکر میکنم که یک مقداری آقای ترامپ داره به موانع زیادی برمیخوره هرچند که فشارها بالای ایران بیش از حد میشه ولی برگردنده ای که آقای دولت دولت آقای روحانی در ببخشید این هست که اعتراض ها یعنی گسترش میزان اعتراض ها علیه تصامیم آقای ترامپ در, در درون ایالات در متحده آمریکا و همچنان در سطح جهان هست و این میتونه که یک مقدار باعث شود که روی کارت بعدی آقای ترامپ تغییر بکنه ولی نه من فکر می که اگر راه اخلافش را دنبال بکنه اسلافش را رو را دنبال بکنه در کل جمهوری خواهان نوع نگاهش نسبت به ایرانی یک مختار نوع نگاه قدر تونتر هست و اعمال فشار همواره در زمان جمهوری خواها بیشتر بوده علیه ایرانی ها این عمل کرد هایش فکر میکنین که دونالد ترامپ حالا و دنبال همو حرف اولش که در کارزارهای های انتخاباتی گفته بود که توافق ایران را پاره خواهد کرد و دنبال این هست و یا اینکه مسائل دیگر هست که با فشار آوردن بر ایران میخوای آن مسائل را دنبال کنند اما فکر میکنم آقای ترام هرچند از موضعی که در زمان کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده کرد قبل نشینی کرد یعنی در اوایل مطرح میکرد که در صورت که رئیس جمهور شود اولین کاری که با ایران میکنه پاره کردن برجام هست ولی شما دیدید که به زمانی که به قدرت رسید نوع نگاهش تغییر کرد اگر قبل نشینی استراتژیک انجام داد اونها گفتن که حاضر است که بازنگری بکنه برجام را ولی در شما شما دیدید که یک مقدار مثلا نامه های سرگوشاده به آقای ترامپ و همچنان اعمال فشار غیر مستقیمی که از جانب شهروندان و نخبه های آمریکا بالای آقای ترامپ شد نوع نگاهش تغییر کرد در کل ما فکر میکنم که آقای ترامپ بدون دنبال نقص برجام نیست آقای ترامپ به دنبال این هست که فشارها را بالای ایران بیشتر بکنه اما ترکی مطرح کرده آقای بود که ترامپ بدون دنبال این نیست که با وارد کردن این فشارها بر ایران تا ایران مجبور شود که این توافقنامه را نقض کنه و آنگاه دونالد ترامپ بتانه که آزادانه این توافقنامه را باطل اعلام کنه من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا بهانه‌های زیادی برای اعمال فشار بر ایران داره یعنی تنها فعالیت هسته ایران نیست مسئله نقض حقوق بشر هست، حمایت از تروریسم هست و همچنان حمایت از گروه های مشخص تروریستی در خاورمیانه به خصوص هست. اینا تماما ما فکر میکنیم که ابزارهایی هست برای افشار برای ایران ولی در کل ما فکر میکنم که بیشتر نوع نگاه آقای ترامپ بیشتر به این هست که یک مقدار میدان بتبر رقابای ایران و همچنان متحدین خودش در خواهر من از جمله اسرائیل از جمله عربستان سعودی امارات متحده عرب کوشش میکنن که یک مقدار زمینه رو هموار بکنن برای رقابایش که یک مقدار به صحنه حضور بیشتر داشته باشن و همچنان با اعمال فشار بالای ایران من فکر میکنم امطوری که مشاور شورای امنیت اقای مایک فلان گفتند که منظور از این اعمال فشارها این هست که ایران رفتارهایش را در خاورمیانه تغییر بده این در کل باور من این هست که این فشارها به خاطر از است که ایران در یک ای مقدار نوع نگاهش نسبت به قضایای منطقه‌ای تغییر بده و محدود بساز ایران ده. این فشارها نتیجه خواهد داشت در حالی که ایران گفته که تهران نیست تحریم هایی را برای شرکت های امریکایی وضع خواهد کرد خب هر از لحاظ قانونی حق داره ایران چون مسائل را مطرح بسازه این از نقطه نظر حیثیتی حداقل ایران میخواد حداقل در اکثر مساوی با ایالات متحده آمریکا خود را قرار بده به یک کشور مطرح در خاور میانه که ایران هم میخواد تحریم های را برای کشور شرکت های مشخص و اشخاص مشخص وضع بکنه ولی در کل ما فکر که تاثیر آنچنانی را نداره و تاثیری را که تحریم های آمریکا بالای ایران داره تحریم ایران برای آمریکا نداره تاثیرات که حالا تحریم های تازه که ایالات متحده آمریکا بر ایران وضع کرده از این ناحیه ایران چقدر متضرر میشه خب در این شک نیست که آمریکا کشور به عنوان یک قدرت های هژمون در سطح دنیا با وضع تحریم های جدید یک مقدار میتونه که فشارها رو بیشتر بکنه در اقل میتونه که همچنان جایگاه دولت آقای روحانی در در انظار عامه در داخل ایران یک مقدار صدمه بیشتر میزنه به دلیلی که آقای روحانی و دولتش به خصوص وزیر خارجه ایران در حال حاضر دیگه حرفی برای گفتن برای افکار عامه نداره او مثلا بالا بردن سطح توقع مردم در داخل ایران به خاطر برجام و همچنان عملی نشدنش و اعمال فشارهای جدید از جانب آمریکا بالای ایران این خودش مختار حداقل این توانایی های دولت آقای روحانی در انتخابات آینده این مقدار کم رنگ بشه حتی امکان داره که در دور بعدی آقای روحانی نتونه پیروزی را از آن خود بکنه بنابراین من فکر می در حال حاضر یک نوع نگاه جدیدی در داخل آمریکا در حال شکل گیری هست که تلاش ها بر این جریان داره که یک مقدار از مخالفین دولت ایران به صورت کمک های مسلحانه صورت بگیره مجاهد سازمان مجاهدین خلق چندی قبل اعلام کردن شاید شما شنیده باشین که اونا بعد از ده ها سال یک بار دیگر فعالیت های مسلحانه خودشار علیه جمهوری اسلامی ایران اثر خواهد گرفت این ما فکر میکنم که پس از این یک مقدار نو نگاهش و روی کارت های آمریکا در ایران تغییر خواهد کرد من فکر می کنم پس از این از مخالفین جمهوری اسلامی حمایت ها بیشتر خواهد شد و فشارها هم بالای ایران به خاطر محدود کردن فعالیت های منطقه‌ای در سطح خاورمیانه بیشتر خواهد شد ای در کل یک مقدار به خاطر منزوی ساختن ایران یک مقدار تاثیرگذار هست حالا که ایران گفته که تحریم های را بر شرکت های ایرانی وضع خواهد کرد فکر می کنین که حالا واکنش های ایران در مقابل این تحرکات که دونالد ترامپ از خود نشان می در مقابل ایران چه خواهد بود در حالی که قبل از این هم به کشورهای پنج به یک شکایت کرده بود ایران هرچند موزگیری که آقای خامنه ای به عنوان فرد اول در جمهوری اسلامی ایران اونا گفتند گفتن که تحریم وضع هر گونه تحریم به هر بهانه‌ای که باشه نقض برجام شناخته میشه ولی موزگیری آقای ظریف اونان رئیس وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران یک مقدار انطاف پذیر بود او گفت که ایران هیچگاه آغازگر جنگ نخواهد بود و کوشش نمیکنه که بهانه را به دست کسانی بده که اونها همراه کوشش برای از که جنگ جنگ طلبی بکنن یعنی به شخصیت های چهره های جنگ طلب و جنگ افروز اجازه را نخواهد داد که یک جنگ دیگری در بگیرد من فکر میکنم در کل یک مقدار برخورد ایران یک مقدار برخورد این را تر خواهد بود در خبال آقای ترامپ. و با این برخورد شما این روابط رابطه ایران را با امریکا و یا شخص ترامب چیگونه بینیم؟ ما فکر میکنم اگر میزان اعتراضات علیه تصمیم مخای در داخل آمریکا بیشتر از این ادامه پیدا بکنه ما باور من این هست که نوع نگاهش و همچنان اکسل تحرکاتش یک مقدار پذیر پذیرتر خواهد بود از آقای ترامپ ولی اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه بدون شک من فکر میکنم که دولت آقای روحانی در دست به یک تحرکات خواهد زد و حداقل میتونه که تهدید بکنه به خاطر فعالیت ادامه فعالیت های هسته ایش و گسترش فعالیت های هسته ای که از دید اسرائیل عربستان سعودی و آمریکا ادامه فعالیت های اصلی ایران میتونه که ثبات جهان را به خطر مواجه بسازه بنابراین ما فکر میکنیم که یک مقدار روابط دو کشور تیره و تار خواهد ماند حداقل تا زمانی که آقای ترامب بنون رئیس جمهور و این هست گیری های آقای ترامپ چقدر میتونه که زمانی که خشم ایران را برمیانگیزه بر آمریکا و هم و حکومت جدید آمریکا متضرر داشته باشه خب حداقل به لحاظ حیثیتی یک مقدار به دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت هژمون در سطح دنیا یک مختار از نقطه نظر حیثیتی آسیب می رسانه. به دلیل از که برجام یک چیز نیست که یک مسئله پیش پا با افتاده باشه پنج قدرت بزرگ دنیا بلاوی جرمنی و با ایران میان یک تفاهم نامه رو امضا میکنن ولی یک بار دیگر میان روی خط تلفن میکشن این از لحاظ حیثیتی یک مختار صدمه وارد میکنه خیلی ممنون از شما بسم الله رنجبر پوجاشگر روابط بین الملل